دانشمندان دارویی را کشف کردند که به شکل مؤثر جلوی اتصال ویروس کرونا به بدنه سلول‌ها را مسدود می‌کند و می‌تواند به صورت بالقوه سبب درمان بیماری کووید 19 در همان ساعات اولیه آلودگی به این ویروس شود. نتیجه تحقیقات در مورد این داروی جدید ساعات پیش در نشریه معتبر سل منتشر و سبب افزایش امیدها برای یافتن درمان مؤثر بیماری ناشی از ویروس کرونا شده است. این داروی جدید توسط گروهی از دانشمندان در نقاط مختلف جهان و به سرپرستی دانشگاه بریتیش کولومبیا در کانادا کشف شده است. پزشکان و محققان برجسته در کانادا، اسپانیا و همچنین تیم زیستشناسی عفونی سوئد به ریاست دکتر علی میر عظیمی این تحقیقات را به صورت مشترک انجام دادند. داروی کشف شده توسط این گروه تحقیقات بین المللی اکنون نام علمی HRS-ACE2 را دارد و به زودی آزمایش های بالینی آن توسط شرکت اپیرون در اروپا آغاز خواهد شد. این تحقیقات نشان داده است که ویروس کرونا می تواند علاوه بر ریه به صورت مستقیم در رگ‌های خونی و کلیه تکثیر شود. نتیجه کشت سلولی آزمایشگاهی نشان داده است که داروی جدید می تواند میزان ویروس در بافت آلوده را بین 1000 تا 5000 برابر وضعیت عادی کاهش دهد. تحقیقات درباره این داروی جدید بر دو جنبه متمرکز بوده است. از یک سو نحوه تعامل ویروس با غشای سلول‌های بدن انسان و چگونگی بی اثر کردن میکانیزم اتصال ویروس به سلول‌های بدن و آلوده کردن و از دیگر سو چگونگی گسترش عفونت در رگ‌ها و درگیر شدن کلیه با این بیماری است. جوزف پنینگر سرپرست تیم تحقیق این دارو در دانشگاه بریتیش کولومبیا گفته است که ما امیدواریم که نتایج تحقیقات ما به تولید گسترده داروی جدید برای درمان این بیماری همگیر منجر شود. در این تحقیق یک پروتئین کلیدی به نام ACE2 در سطح غشای سلولی کشف شده است که نقش مهم در فرایند اتصال ویروس به سلول‌های بدن ایفا می‌کند. تحقیقات این دانشمندان در سال‌های گذشته و با مطالعه بر دیگر ویروس عضو خانواده کرونا یعنی سارس آغاز شده بود. پس از فراگیری بیماری کووید 19 تحقیقات سرعت بیشتری یافت تا هرچی سریعتر داروی درمان این بیماری وارد سیستم بهداشتی جهانی شود.